مردم شریف و نجیب، سلام و درود بر شما. آنچه در ایران اتفاق افتاده یک واقعه تکان دهنده و غیر قابل باور است. در ظاهر غیر قابل باور است، اما با توجه به اوجگیری تقابل در خاورمیانه و در نقاط مختلف گذرگاه های آبی، این حادثه تصورش می رفت. جناب غوث جانباز از پژوهشگرای منطقه در مقاله تازه که امروز نوشته تحت عنوان نگاه بیطرفانه به حمله تروریستی کرمان، او یک نکته را گفته که تصور عمومی طوری بود تا حال، و حالی هم این تصور هست که ساختارهای امنیتی ایران بسیار محکم است، سپاه پاسداران و شبکه های فراگیر استخباراتی، یعنی جامعه را هم در سطح داخل و هم مجامع ایرانیان در بیرون از کشور تحت نظارت و کنترل دارند. آن چیزی که در بر سر مزار قاسم سلیمانی اتفاق افتاد، مثلا جابجایی کیسه ها یا بکس های بسیار کلان پر از مواد انفجاری بود، که اینی مسئله با وجود که مثلا بحث اشراف اطلاعاتی سپاه گفته میشه، موجب او را زیر سوال برد، اون هم در ایتو یک روز حساس. یعنی همین موضوع را بررسی میکنیم که تا در ایران واقعا این زلزله که اتفاق افتاده پس لرزه‌اش چه خواهد بود. جناب عبدالناصر نورزاد، پژوهشگر مسائل سیاسی و ژئوپلیتیک، اینجا با ما است، و همچنان پامیر مامون از بخش ارزیابی و تحلیل جمهوری پنجم شرکت داره. سوال اول ارجاع میتیم به جناب نورزاد. نورزاد صاحب، شما مقاله و تازگی نوشتین، یعنی نگاه شما به این حادثه چی است؟ یعنی در کوتاه مدت چی اتفاق خواهد افتاد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و پامیر جان و به هموطنهای عزیز ما. خب، نوشته ای که ما کردیم بیشتر از بود امنیتی و اطلاعاتی و موضوع پرداختیم، یعنی چند علت را ای که چگونگی روی دارد و عامل روی داد ما روش کار نداریم، چرا عدس و گمانا و فرضیات زیاد مطرح شده. ایرانی ها اسرائیل متهم میسازند، داعش آمده یک مقدار مسئولیت قبول کرده، دوستای امریکا رو داخل میزن، ما در این مسائل کار نداریم. مونتا امی چرایی خود مسئله رو باید یک مقدار سرش بیشتر تمرکز بکنیم، مکس بکنیم، به خاطر که بسیار مهم است که ایران در یک مقطع خاصی از دوران هدف نمیت یک عملات سازمان یافته قرار میگیره، و دقیق همی است که تصور باطل از توانمندی های نظامی و اطلاعاتی ایران امروز برملا میشه دیگه. به این خاطر امو سطح تهدیدات غیر متعارفه که متوجه منافع امنیت ملی ایران است و منافع حیاتیش تهدید میکنه، به مراتب دست بالاتر داره از این که ایرانی ها بتانند به او اشراف اطلاعاتی داشته باشه، و در واقع یک رویکرد سه مؤلفه ای عبارت از پیشبینی، هشدار و تخمین اطلاعاتی را در او ترکیب بکنن و از او یک مثلا یک راهبرد دکترین بسازد. یک موضوع بسیار مهم است که امو راهبرد امنیتی و دفاعی ایران همیشه به شکل تعارضیش عمل کرده، یعنی استفاده از گروه های نیابتی برای در مقاطع خاص تاریخی در جغرافیای خاص و به هدف خاص اطلاعاتی همیشه کارکرد داشته، ولی در مقاطع دفاعی که ایران باید از منافع خودش دفاع بکنه و هم پیش بینی باشه که ممکن حجم عملات و شوهای عملیاتی، عملیات هایی که در اطراف و پیرامون ایران اتفاق میفتن یا ممکن یک روز به داخل خاک ایران کشانده شوند، یک مقدار ما فکر میکنم اینجا زوف و خالیگاه وجود داشته. یعنی دکترین دفاعی و امنیت ملی ایران بیشتر مبتنی بر راهکارهای تعرضی و تا تدافعی، اینجاست که خالیگاه کار معلوم میشه و نقص عیب کار معلوم میشه. در دنیا امروز سازمان های اطلاعاتی بیشتر بررسی مخالفی آیندنگری و پیشبینی و هشداردهی متکی هستند، یعنی بیشتر هم کارکرد عمده این سازمان اطلاعاتی که میتونن
تخمین و برآورده از حجم اطلاعات و سطح تهدیدات داشته باشد، باعث که اجازه نه تن خطرات بالقوه یعنی امنیت دیجیتال ایرانیا، یعنی خصوصی ایرانیا و نظم در اجتماعی را بحث، به اخلال ببرند. یعنی ایرانیا از نظر اطلاعاتی دچار شکست شدن. خب امی که یعنی در تخمینه و برآوردهشان همین نقطه را من نظر نگرفته بودن، ما میتونیم یک شکست اطلاعاتی بنامیم به خاطر از اینکه اینا چطور یک موضوع بسیار مهم را مخصوصا در شرایط که مرزهای شرقی ایران پناهگاه امن تروریستا شده و ایرانیا با یک خوشبینی بسیار سالنگارانه توقع به این داشتن یا محاسبشان به این بود که بتونن با این پناهگاه امن تروریستی تفاهم بکنن، تعامل بکنن، یعنی متوجه از این نبودن که چه خطر اینا نزدیک میشه به اینا. به خاطر میتونیم بگوییم که همو برآوردهای از اینا بر اساس محاسبه های غلط و اشتباه بوده و این خود به خودم شکست اطلاعاتی رو به میان داره. این حال وقت شما اما حجم تهدیدهایی را که متوجه منافع ایران است امروز بررسی میکنید، میبینید که به گونه متعارف و غیر متعارف متوجه از این است. مثلا ایرانی ها بیشتر تمرکز توجهشون به این بوده که همون نیروهای نیابتی و نیروهای مستشاری را که اینا در خدمت نیروهای نیابتی قرار دارن تا اونا را هدایت کنن، رهبری کنن و برنامه پلان جنگ بتن، اونا مورد هدف قرار نگیرن، ولی هیچ وقت متوجه نمین نکات ضعف نشن. در حالی که در 2-3-4 روز آینده گذشته هم نیروهای نیابتی و نیروهای مستشاری ایران در بیروت، دمشق و عراق مورد حمله قرار گرفتن، هم در داخل یک ضربه بسیار بزرگ نه. نظامی و عملیاتی برای نوارد میشن. به این معنی که متعارف تهدید متعارف و غیر متعارف همزمان به سراغ ایران می و ایران در دردش ناکام است. خب بسیار خب پامیر، یعنی امروز وزیر داخلی ایران از دستگیری یک گروه از مزنونین به ارتباط خبر داده و در این حال از انسداد مرزها با افغانستان و پاکستان هم همزمان گزارش شده. یعنی دستگیری و گروهی که هنوز ماهیتش افشا نشده و انسداد مرزها با افغانستان به چه معناست؟ سلام به شما و به نورزاد صاحب و بینندگان عزیز. خب خبری را که شما ذکر کردین تقریبا 1-2-3 ساعت پیش نشر شده که وزیر دفاع ایران گفته که ما چند تن از مظنونان را دستگیر کردیم و بعضی از اطلاعات را به دست آوردیم که بیشتر همین مسئله رو روشن می سازم. جزئیات ارائه نکردن که اطلاعات چیست و مظنونین کی بوده و با کدام گروه مرتبط هستند، ولی در آینده ای را خواهد گفتن خب به حساب پروتکل خودشان. ای که سرحدات با افغانستان و پاکستان اینا بند میکنن، خب به حساب تدابیر از اینکه داعش مسئولیت گرفته و خود از اینا، چون کرمان یک منطقه است که نزدیک به بلوچستان است و سرحدات شرقی ایران است، از او حساب هر نوع تهدیدی که در اینجا وجود داره، هر نوع حمله ای که صورت گرفته باشه، راه نزدیکش پاکستان و افغانستان است. بر صورت حمله ای که صورت گرفته چند سناریو میتونه باشه. خب سناریو بسیار آشکار و بسیار واضح و یعنی که بسیار قابل قبول مردم است و اجتماع است، یکی که اسرائیل دیدس داشته باشه، ولی اسرائیل خودش هم رد نکرده، ولی آمریکایی را رد کرده. خب دلیل وجود داره که اسرائیل کار را بکنه، بخاطر که اسرائیل در جنگ است با ایران عملا و با نیروهای نیابتی ایران در جنگ است و دیگه دلیل اسرائیل نداره که با ایران دیگه یعنی دست خدا بگیره، باید از نگاه اطلاعاتی و نظامی با ایران هم درگیر شود دیگه، حالا چون دیگه گنجایش نمونده بر جنگ. امکان داره که اسرائیل دیدز داشته باشه، با وقتی که داعش مسئولیت بر عهده میگیره، خب معلوم دارست داعش عامل کدام نیروها است. بر صورت میتونه اسرائیل بوده باشه، میتونه یک نیروی باشه بین پاکستان و ایران هم بوده باشه، بخاطر که یک سال تمام پارسال پاکستان زیر ضربات بسیار سخت بود و بسیار از این نیروها که وقتی که مدیریت میشد از حوزه افغانستان میشد. اگر خود ایران هم اینا را ای به عملات پلان نمیکرد، خب عملات از طرف دشمنای پاکستان پلان میشد و امیرای اطلاعاتی یا هر نوع برنامه ریزی هم حوزه افغانستان ایران میشد، با کمک از میان میشد. امکان داره که یک از او پاکستان بوده باشه که این کار انجام داده باشه، و یک امکان داره که خود ایران هم دست داشته باشه. خب در این اواخر بسیار وضعیت ایران در جهان اسلام بسیار یک رتبه بالا را پیدا کرده بود، و چون اینا یگانه کشوری بودند که عملا در جنگ در مقابل اسرائیل و می آزادی فلسطین، خب ظاهرا به آزادی فلسطین اینا در عمل بودن. حوثی ها همگی که شما نام می گرفتین همشون عوامل ایران بودن. امکان داره که کار درونی بوده باشه این حمله از دو طریق، یا کار درونی بوده که واقعا میخواستن یک ضربه بزنن به ایران که خود کادرهای اسرائیل میتونه در بین سپاه پاسداران نیروهای امنیتی ایران نفوذ داشته باشند، یا میتونه خود سپاه پاسداران این کار کرده باشه تا که یکی بانگیری بکنن به یک
کاری که در آینده میخواین اینا بکنن، سر کسی که اینا میخواین راجوری بکنن، یا میخواین که در حمله همچنان باید انجام بدن که کم وحدت ملی یونیتی در مابین ایران زیادتر شود و همچنان به ایرانی خارج از کشور. و از نگاه اسلامی هم برای اینا بسیار فایده داره، بخاطر که وقتی که جنگ فلسطین در عموم بررسی میکنین، خب میگن این ایران در جنگ است و ایران یگانه کشوری است از جمع کشورهای اسلامی که این خون هم داده، بخاطر همین جنگی که در آزادی جنگ آزادی بخش فلسطینی هم. ایتو مزید های زیاده هست از حمله برای ایران. از این حساب امکان داره کار درونی بوده باشه. یک کار دیگه امکان داره، چون جنگ تقریبا 100 روز است که روان است، در داخل ایران چنین یک حمله تاریخ صورت نگرفته، عملات یک صورت گرفت به حساب جیش الهلال و اینا، و عملات بسیار کوچک بودن. اما حال میبینیم که چند روز آخر که قسمی که نورزاد صاحب گفتن، عملات سر رهبرای محور مقاومت شروع شده، از جمله دو تن از رهبرا مرتبط به حماس و حزب الله در لبنان اینا بمباران کردن، کشتن یک نفر، امروز البته دینه روز کشتن از 8 شبی در بغداد بمباران کردن که نامش ابو تقوا بود. حالا امروز چند و یک روز پیش هم اون کرمان حمله شد که 100 نفر کشته و جای گذاشته. امکان داره که پشت پرده همچنان مذاکراتی که بین امریکا و ایران در طول دوران روان بود شاید شکست خورده باشه، اینا به کدام توافقات نرسیده باشن و بالاخره جنگ به فیز بعدی رفته و تشدید شده، و حال تشدید به اندازه شده که جنگ نه تنها در حوزه فلسطین و غزه و دریای سرخ است، بلکه حوزه تشدید جنگ به اندازه است که در سوریه و لبنان و عراق خود ایران حالا جنگ کشانده شده تا که با اینا مقابله بکنن، به خاطر که امریکا عملا زیر عملات موشک است، هم در سوریه هم در عراق و همچنان در دریای سرخ تهدیدات بیشتر شده. خب نورتاس، یک نظریه وجود داره که اسرائیل حال سیاستش به این مبنا است که جنگ به اصطلاح فرافگنی بکنه از غزه به دیگه نقاط خاورمیانه در دیگه محورها از جمله خود خاک ایران تا پای امریکا را بکشانه در جنگ تا فشار سر اسرائیل کم شود. یک نه سیاست تیت به اصطلاح پراگنده کردن جنگ هم است، یعنی به این ترتیب آل ایران حداقل برای پاسخ به افکار عمومی کشور خودش باید یک ضد حمله انتقام جویانه را انجام بدن، در هر حالتش اینا انجام میدن. یعنی فکر میکنین که از کدام مسیر انجام خواد دادن؟ از مسیر حزب الله سوریه مستقیم یا از چی طریقه؟ خب یک دو نظریه در مورد نمی واقعی که اتفاق افتاده مطرح میشه، یا ایست که نمی رویداد یک رویداد امنیتی ساز است، که اگر رویداد امنیتی ساز است ای خودش میتونه اقدامات بعدی انتقام جویانه و تلاف جویانه ایران را پیدا داشته باشد و ممکن از محورهای مقاومتی که ایران تشکیل داده توسط نیروهای نیابتی که داره و یا یک سلسله از عملیات های استخباراتی دیگر که معمولا ایران به او متواصل میشه او رو روی دست بگیره. ولی اگر یک رویداد امنیتی شده است که در مصطلح مطالعات امنیت دوره با نام سیکیوریتایزیشن میگن، این پروسه است که معمولا دولت ها وقت ناکامی های را در سی سیاست های داخلی خود تجربه میکنن یا حداقل مشروعیت چون به سطح قابل ملاحظه تنزیل پیدا میکنه، رویدادهای عام میارن به شکل خاصش وارد یک حوزه امنیتی خاص میسازن و از او به اصطلاح یک استفاده سو میکنن. یعنی یک رویداد میارن ترسیم میکنن، سازماندهی میکنن و در لای از او هم همدردی و همبستگی مردم با خود داشته باشن، هم توجیه بر عملکردهای بعدی خود. این حال در میان تفکیک از اینکه آیا این رویداد امنیتی شده بوده یا امنیتی ساز، شک و تردیدهای زیاد وجود داره. آدم دقیق گفته نمیتونه چه واقع شده، ممکن با گذشت زمان هم لایه‌های بنان نمی حادثه برملا شود. اگر قرار باشه که امنیتی شده باشه یا یک رویداد باشه اکثر ایران تحمیل شده باشه، ایران از تمام ظرفیت و قوت خود در تمام نقاط را مخصوصا در خاورمیانه در حوزه لبنان، عراق و سوریه استفاده میکنه. کماکان ای که چند روز گذشته یک تعداد زیاد از فرماندهای ارشد خود سپاه که در نقش مستشاری در کنار نیروهای نیابتی که هم به اساس منافع خود هم به اساس منافع ایران در برابر اسرائیل می جنگیدن کشته شدند و یک ضربه سخت کاری است که بر ایران وارد شده قبل از اینکه حادثه در کرمان رخ بده. من فکر می کنم ایرانی ها فعلا در حال جمع جور کردن خود هستند. اگر این حادثه سازماندهی هم شده باشه برای مراحل بعدی شه باید پیش بینی بکنن، و اگر نشده باشه باید بررسی بکنن که نقاط ضعف از کجا پیدا میکنن.
بسیار خوب. اگر خطر از جانب مرزهای شرقی است، یعنی نیرو از کدام طریق داخل شده، نوید داعش کی از چطور اومده داخل شده، و یک سر متوجه باشین که داعش این دفعه همی تکتیک را استفاده کرده، کیفای پر از بمب آوردن بعد انفجار کردن، یک چیز غیر معمول است. داعش معمولا از امو تکنیک های جنگی که خب یک نفر خود انفجار میتواند، بعد یک مقدار دیگه با سلاح داخل سلاح سبک داخل میشن تا میتونن و کشتار میپردازن، از این شیوه استفاده میکنن. یعنی شیوه ای که به این به کار برده شده از لحاظ تکنیکی یک مقدار شیوه کلاسیک گذشته است. ای که داعش روی کرد خود تغییر داده، یا ایست که در برابر ایران چونین تکنیک های غافل گیر کننده استفاده میشه، این مسائل بعدی است که مرور زمان میتونن مشخص شد. خب پامیر، از نظر شما زده حملی ایران به چی ترتیب و از کدام مسیر خواهد بود؟ خب زده حمله ایران از هر مسیر میتونه باز شد، به خاطر که در هر جای اینو نفوذ دارن، از جمله در خاور میانه از عراق گرفته تا سوریه و لبنان و فلسطین و یمن، اینا نیرو دارن و از هر کدامش بخواین اینا میتونن استفاده بکنن. خب از نیرویی که اینا میتونن بسیار خاص استفاده بکنن و تا طول جنگ هم تا حال استفاده کردن، یکش حزب الله است که دکت اسرائیل در شمال اسرائیل درگیر است و تلفات هر دو طرف بسیار زیادتر هم است و هیچ کدامش، البته اسرائیل اونا را رسانه‌ای نمی‌سازه، اما حزب الله تلفات خود همیشه راپور میده و همون شدت جنگ نشان میده که به چی اندازه باشه. بدون از در خود سوریه و عراق هم نیروهای ایرانی هست، نیروهای مرتبط به ایران از جمله سپاه قدس است، فاطمیون است، کتایب حزب الله در عراق است که به طور روزانه پایگاه آمریکا را حال بمباران میکنند. از زمانی که جنگ بین حماس اسرائیل شروع شده و چند وقت بعدش اینمی عملات سر آمریکایی ها شروع شد و این خود از هم بیانگر عزیز که اگر ایران بخواهد که عملاتی را انجام بده از این نیروها میتونه استفاده بکنه و این نیروها فقط نیاز به یک سلاح قوی دارن دیگه، خودشان میتونه که از استفاده بکنن، نیازی نیست که ایران از داخل خاک وارد عمل شده. منظور ما گشایش جبهه است. گشایش جبهه وجود داره. حالا ما فکر میکنم بعد از اینکه قتل عام های رهبرا به وجود آمده و به حمله که در ایران شد، توجیه باید پیدا شود و ایرانی که تحقیقات میکنه و اطلاعات در دست داره و ولی میخوای به تعویق بیاندازه می اطلاعات تا که یک وقت معین یک وقت درست انتخاب بکنه که بازی حمله را با سر کسی بیاندازه، چه اسرائیل باشه چه آمریکا باشه هر نیرویی که باشه در خاور میانه، بعد از او باز ایران یک توجیه پیدا بکنه که بتانه که عملاتی که در مقابل از اونها انجام بده به از یک حساب تو مشروعیت داشته باشه، بخاطر چنین حمله در 30 سال آخر ایران بی سابقه بوده و خاطر هر حالا یک چیز است، یک چیز است که مسیرهایی که ناامنی و عوامل ناامنی رو داخل ایران میکنه بخی روشن است. یکیش آذربایجان است، عراق است، پاکستان است، افغانستان است و در ضمنش خب یکی 4 مسیر خب باز است. در ضمنش است که به قول آقای غوث جان باز گفت در داخل جامعه ایران در برابر حاکمیت تیوکراسی مختنق، یعنی اعتراض ها و مقامت های وسیع در داخل ایران هم به شکل صدا بلند شده و به شکل خاموش همیشه وجود دارد. یعنی اینا چقدر با هم به اصطلاح تکیه روی عوامل درونی شده در اینجا؟ چرا این رقم مثلا یک کسی انتحاری میکنه، واسکت انتحاری و چیزا کلش باید در داخل آماده شده باشد؟ ای چگونه با هم سر و تای ای سر آدم میتونه بین خارج و داخل تو به هم بیاره و گری بزنه؟ خب ایران از نگاه امنیتی بسیار آسیب پذیری های زیادی داره، چون یک کشور است که از 4 طرف زیر محاصره است، از 4 طرف که زیر محاصره است، از نواحی عراق هم اینا زیر محاصره هستن، از آذربایجان قسمی که شما گفتین است، از افغانستان و پاکستان همیشه بوده و از داخل هم است. از داخل یکی از آسیب پذیری های جدی ایران البته اما تهدیدهای داخلی است، بخاطر که این نیرو در خارج میتونه با دیگران و طور اطلاعاتی بجنگه و انتقام جویی های خود انجام بتونه دیگه و دیگه تناسب برقرار بکنه، اما از داخل اگر آسیب پذیری های از اینا به اندازه است که اگر خیزش هایی میشه و نیروهای داخلی فرض مثال از جمله سونیا که بسیار سرکوب شدن دست به عملیات بزنن و یک سپورت داشته باشن از بیرون، برای ایران بسیار یک موضع جدی است. امکان داره آسیب پذیری ایران بسیار به اندازه زیاد است، اما وقتی که یک نیروی در کرمان حمله انتحاری میکنه یا هر نوع حمله که انجام میده و او شکلی که انجام دادن بسیار بی سابقه بوده، خاصتا به حساب عملیات های داعش که اینا میگن، داعش این عملیات رو بی رقم انجام نده و خود خبرگزاری تسلیم هم میره
البته بررسی کرد و گفت که عملیاتی که انجام شده و بیانیه که از طرف داعش صادر شده هیچ ربطی با بیانیه‌های قدیم از اینا نداره و گفت که ساختگی بود. اگر نیروی داخلی باشند به نام داعش نمیندازن، اول اگر باشن میتونن دیگه نیرو هم وجود داره، خب داعش هم میتونه بگن که داعش است، اما اگر یک نیروی درونی باشه اینا میتونه یک فرض مثال مجاهدین خلق استفاده بکنن نامش، یا یک نیروی مثل بلوچار استفاده بکنن که یک ماهیت درونی یا قومی یا ایدئولوژیک داشته باشه. اما داعش که از یک مسئله تروریستی است و ایران هر نوع توجیه در مقابل داعش استفاده کرده میتونه، به حساب که در خاورمیانه سپاه قدس که داعش سالها جنگیده و با اونا رو شکست داده، وقتی که داعش حمله میکنه خب از نگاه چیز کدام، یعنی بگیم از نگاه ایدئولوژیک یا از نگاه از اینکه در ایران از درون تهدید بکنه به حساب قومیت یا ایدئولوژیک کارآمد نیست بیان ندادن داعش. اگه کسی دیگه میداد برای می بود. اما حمله که صورت میگیره در این حمله کدام جای تعجب نیست، بخاطر که ایران در جایی که در جنگ است، خاورمیانه حوزه جنگ اطلاعاتی و نظامی است و تو نیست که ایران تنها یگانه کشوری باشه که از چهار طرف اسرائیل محاصره کرده باشه و امریکا را تهدید بکنه و اینا هیچ استخبارات از اینا در طول 30 سال هیچ کاری در مقابل ایران نکرده باشه. نه تو نیست، اینا هم نفوذ دارن در داخل ایران که کارهایی بکنن دستشان که برسه. خب هر دو طرف هر کاری که میکنن میخوان امنیت خود تا حد امکان بگیرن، اما امکان نداره که برای همیشه، یا امنیت خود در مقابل دیگران بگیرن، بخاطر اقدامات از هر طرف امکان داره. از افغانستان خب یکی از جنبه هایی که میتونه در این حمله البته استفاده شده باشه، جبهاتی که استفاده شده میتونه حوزه افغانستان است، بخاطر که افغانستان ثابت است که 22 گروه تروریستی در وجود داره و شاید از اون زیاد هم باشه. پاکستان هم وجود داره، بخاطر پاکستان سالاست که کراس باردر تروریسم وجود داره، هم بلوچ ها همیشه این طرف حمله کردن پس به خاک پاکستان رفتن، از جندرلا گرفته تا همی حرکت فرقان که حال حضور پیدا کرده. از اون خاطر تهدیدات سر ایران بسیار زیاد است، هم درونی هم بیرونی. فقط ای که یک حمله صورت میگیره و در 30 سال آینده ایران بی سابقه است، این یک عمل بسیار جدی است، اما ای که واقعا یک کار درونی است یا بیرونی بعدا معلوم میشه بعد از اینکه بیانیه های اطلاعاتی ایران برآمد و ببینیم که اینا کی را متهم میکنن به این کار. این بسیار مهم است، به خاطر که هر کسی را که اینا متهم بکنن به حساب ازی باید ثبوت هم بدن، و خود عبداللهیان هم به ملل متحد گفته که ما اسناد داریم، اسناد دیگه هم جمع میکنیم و او را ارائه میکنیم در سطح بین المللی. وقتی در سطح بین المللی میشه اینا باید یک دولت را باید متهم بکنن که یا آمریکا است یا اسرائیل است، که اینا یک توجیه پیدا بکنن که جنگ تشدید بکنن. ما فکر میکنم جنگ گسترش پیدا میکنه، به خاطر فرصت خوبی است به خاطر گسترش جنگ. اسرائیل در شکستی که در بنبستی که در غزه برابر شده، اگه یک حمله بسیار جدی یا گسترده از طرف حزب الله و یا از حوزه سوریه حتی میدانه شروع شوه، اسرائیل بسیار وضعش بدتر میشه و آمریکا نیاز می داشته باشه که جنگ مستقیم بکنه تا که اسرائیل از فروپاشی نجات بده. امکان داره که یک پلانی باشه به خاطر کشیدن پای آمریکا به جنگ. نوروزاد سوال ای حادثه بسیار تکان دهنده، آیا باعث یک رشته اصلاحات یا تجدید نظر در ایران خواهد شد؟ یعنی با توجه به ساختار محافظه‌کارانه‌ای که در ایران است برابر جامعه روشنفکری در مورد اصلاح طلبان و در برابر کسایی که در عرصه اجتماعی خواهان اصلاحات هستند، اینا باعث تغییر خواهد شد یا ای که بیشتر اما پیچ مورا را سفت و سختتر خواهد کرد؟ خب از لحاظ آوردن اصلاحات داخلی یا نرم ساختن یا آرام ساختن یا عادی ساختن وضعیت فعلی که بعد از اعتراضات سال گذشته یک مقدار رژیم امنیتی بیشتر و شدیدتر در خود فضای داخلی ایران تحمیل شده، ای ما فکر میکنم یک مقدار دور از امکان است، به خاطر از اینکه نظام حاکم فعلی بر ایران از توانمندی اینمی نیروها در دراز مدت با خبر است. یعنی اگر یک مقدار بر از اینا میدان میتاب امکان بروز هر نوع حادثه است، و شمول کودتا، به شمول شورش، به شمول نفوذ در خود دستگاه فکری خود نظام ایران. ولی ها میتونه در قسمت تجدید نظر در مورد، چون موضوع کاملا امنیتی شده، در قسمت تجدید نظر در ساختارات تفکر و معامل کرده جنگی دفاعی و امنیتی خود ایران تغییرات را بیاره. یک خلای بسیار بزرگه که فعلا برملا شده است که ایران به تناسب یا به میزان مترهای بلند پروازانش نتانسته به سپر دفاعی خود تقویت بکنن و از این جنبه کاملا غافل مانده بوده، و نتیجه غفلت خودم دید که در درون و در پشت جبهه خودش
یعنی جایی را که فراتر از جغرافیای خودش می جنگید در داخل جغرافیای خودش انتقاد تصرف می کنه. یک چیز متوجه باشیم که جنگ فعلی و نزاع فعلی نزاع بین اسرائیل و ایران نیست. این نزاع عموم محور مقاومت را که ایرانی‌ها به نام خود ختم میکنند در واقع نتیجه رقابت قدرت های بزرگ است. ما به اتفاق نظر داشتیم که یک مقدار یک 4-5-6 نقطه دنیا است که به عنوان اهرم فشار در بازی و تعاملات و امتیاز بگیری و بدبستان میان قدرت های بزرگ میزان فشار زیاد و کم میشه. با این ترتیب این بار ایران قربانی نمیت یک بازی شده. ایران توان یعنی امو توان را میپردازه که در محور مقاومت حوزه شانگهای داخل شده و امو مدار بسته یا دایره امنیتی را که روسا و چینایی ها میخوان در آسیا حاکم بسازن ایران یکی از پایه هاش بوده. بنان توجه و تمرکز اصلی از این بوده که ایران یک مقدار اینا هشدار بتن تکانش بتن که تا حد امکان بتونن اقل یک ترس یا یک حراس را ایجاد بکنن از اینکه ایران زیادتر فراتر پا نگذارن. چرا در سالهای گذشته بعد از بهار عربی و تحولاتی که در سوریه و در یمن و در عراق بعد از سقوط صدام به وجود آمد ایران یک مقدار جسورتر شد، چون نیروهای نیابتی را که به حمایت روسا و حتی به اشاره چینایی‌ها در میدان به ضد محور متحدین امریکا و متحدای خودش داخل میدان ساخته بود ایران یک مقدار موفقیت های نسبی را به دست آورد و به ایران یک نوع خوششیفتگی کاذبه به وجود آورد. بنان من فکر میکنم که ایرانی ها باید در این مرحله یک مقدار بیشتر باید مکس بکنن به این که امی تعامل امنیتی به نفعشان است نیست، آیا میتونن بیشتر فراتر پا بگذارن یا هر پیشنهاد از جانب روس و چین قبول بکنن یا ایست که باید یک مقدار اصلاحات بیارن یک مقدار نرمتر حرکت بکنن فعلا امو حوزه را که به دست آوردن امو را حفظ بکنن یا متمرکز به امنیت داخلی خودشان. من فکر میکنم این یک بحث جدایی از اصلاحات داخلی است که هدفش این بوده باشه که با نظام ایران یک مقدار نرمتر در برابر همو گروه های اصلاح طلبی که در مخالفت زمینی در برابر همی تفکر ولایت فقیه قرار دارن نرمش نشان به توابط و از طریق فضای داخلی را آرام بسازه. خب امنیت داخلی ایران مطابق تعریفی که وجود داره معمولا از بیرون مرزهای ایران اندازه گیری میشه، یعنی ایران عملا به عنوان یک محور در خطی که تعریف کرده در خط ایدئولوژی و در خط به اصطلاح یک هژمونی ملی و تاریخی را که پیش میبره او بلا تغییر باقی میمانه. یعنی اگر قرار باشه که یک دور دوم از این گونه حملات در داخل ایران صورت بگیره، یعنی این موضع ایران یعنی بیشتر رادیکالتر نمی سازه، یعنی دست به قمارای تو عاجلتری خواهد زد یا ای که تغییرات ممکن است بیاید در سطح داخل. خوبی بیشتر بستگی به توانمندی های ایران داره. فشارهای 40 ساله ناشی از تحریم یک مقدار آسیب پذیری ها و زوفای را در قسمت اتخاذ یک تصمیم موثرتر در چنین مواقع برای ایرانی ها پیشونی شاد میگذارن، یعنی با ممانعت مواجه میسازشان. از این خاطر ایرانی ها نمیتونن بسیار مواقع مطابق هم داشته ها و برداشت خودشان عمل بکنن، مجبور هستن در یک مرحله که مستقل عمل میکنن، در دیگه مرحله وقتی با مقاومت و ممانعت قدرت های بزرگتر یا قدرت های فراتر از خودشان مواجه میشن باز بچسبن به محور روسیه و چین. ای باز اینجاست که دست ایران بسته میکنه. بس کاملا بس داخلی نیست. آنچه را که امروز نشان داده میشه در واقع هم شوهای امنیتی نمی بازی است که جریان داره، یعنی اگر ایران در خواهر میانه فشار وارد میکنن ایران کمک میکنه، یک بار قبول مسئولیت میکنه جنگ غزه، یک بار باز پس پای پس میکشه در سوریه اجازه نمیتن که یک تحرکاتی که به ضد نیروهای بشار اسد از سوریه اجازه فراتر برن اینا مقاومت میکنن، در عراق همچنان هشت شعبی کماکان به عنوان یک قدرت باقی مانده. این اینجاست که باز یک مقدار ایران دچار یک تزلزل اقدامی میشن، نمیتونه تصمیم میگیره که در کدام موضوع خوبتر میتونه تمرکز بکنه. حال اجالتا بر ایران حفظ امنیت داخلیش در اولویت قرار داره تا که بتونه به اوضاعی که به اساس هم برداشت های جمهوری طلبانه خودش یا منافع ژئوپلیتیک خودش یا ژئوپلیتیک شیعه که بیشتر ایران به او علاقمند است در اونجا بیشتر تمرکز داشته باشه، ممکن یه حوزه ها را حفظ کنه ولی متمرکز به حوزه داخلی میشه تا از
تکرار چنین حوادث در آینده جلوگیری شود. پامیر، یعنی فکر میکنیم که حفره های امنیتی در داخل ایران ایتو بزرگ شده تا او از بیرون با وسیله تهدیدات بیرونی ای حفره ها پر میشه، یا به اصطلاح درون ای حفره ها مواد انفجاری از بیرون می گذاشته میشه، ای به معنای یک پروژه کشاندن جنگ داخلی در ایران نیست؟ خب حفره های امنیتی که بگوییم که گسترش یافته یا نیافته، خب در امر اصلا ایران یا هر کشور دیگه را که ما در جهان بگیرین هیچ کدام 100% امنیت نداره. امنیت از اونا از بابت ازی است که اونا تهدید همیشه سرشان وجود داره، او تهدیدا در مقابل از اینا به خاطر عمل نمیکنه، به خاطر که اینا تهدیدای متقابل دارن در مقابل از اونا. فرض مثال در مقابل ایران هم هر وقتی که امریکا یا اسرائیل میخواست میتونست برنامه ریزی بکنه و او را وارد جنگ بکنه، یا فرض مثال انتحاری های گسترده تر در ایران انجام بده در طول همی 30 سال. هم مشکلی که در اینجا وجود داره است که اگر اینا در ایران تیگ عملات را انجام میتن، خطری وجود داره که ایران هم دست به حملات متقابل بزنه. موجودیت گروه های نیابتی مثل هشت شعبی، حزب الله و حوثی ها و نیروهای دیگه که در سوریه هستن، اینا خود از اینا تضمینات امنیتی ایران بودن تا می دوره، به خاطر این می بودن که هیچکس در مقابل ایران اقدامات امنیتیش نمی کردن که اونا را امنیتشون از درون ضعیف کنن. به خاطر وقتی که در ایران حمله صورت می گرفت، باز حمله انتقام جویانه را باز ایران می تونست انجام بده. اصلا موجودیت امی هدف یعنی تهدید متقابل از که تضمین امنیت کشورها رو تضمین میکنه. در غیر از او هیچ کشور تضمینات نداره. هر کسی که بخوای برنامه ریزی بکنه در مقابل هر کشور میتونه عمل بکنه انجام بده. بخاطر که امنیت چیزی نیست شما کدام علم غیب داشته باشین واقعا بتونید تمام عملات دفع بکنید. یعنی فرض مثال در پاکستان آی اس آی وار یک سیستم وجود داره، اما به خاطر که اقتصادشان ورشکست شده و بحران سیاسی آمده و گروهایی که دست در کنترلشان بود بین دو کشورها تقسیم شده، حالا سرشان عملات صورت میگیره به خاطر که تهدید متقابلی که اینا در قدیم داشتن دیگه وجود نداره. و حالا شما میبینید که اصلا مشکل پاکستان هیچ وقت قدرت پاکستانی نبود که امنیت داخلی داشت، قدرت پاکستانی بود که یک تهدید در مقابل دیگران داشت که باعث شده بود که کسی در مقابل امنیت از او را برهم نمیزد. اینی است که یک توازن برقرار شد. ایران هم یک نیرو است. خب حالی که سر ایران حمله میشه به خاطر است که ایران عملا در جنگ است، و به این به این معنی نیست که ایران قبل از این بسیار امنیت کلان داشت و حال نداره. نه، ایران امنیتش هم امنیت سابق است. خب عملاتی که رقمی صورت میگیره، بله در دوران جنگ باید امنیت اینا باید بیشتر بسازن، بخاطر که هر نوع حمله قابل پیش بینی است، خاصتا یک حمله در یک سالگرد یک شخص مثل سردار سلیمانی. چطور امکان داره که قدر امنیت گرفته نشده باشه و اینا بگن مردم شما برین به طرف مزارتون؟ امکان نداره. حتما وقتی که اینا سالگرد قاسم سلیمانی رو برگزار میکنن و صدها نفر در اوج میایه، هزاران نفر در اوج میایه، اینا باید پیش از پیش تدابیر امنیتی خود گرفته باشن و کسی نمیتونه به بم در چیز اما... در بکس دستی بم بیاره در جای جا با جای بکنه بدون از اینکه درون کدام کس خبر نباشه. بسیار راز زیاد است. اما ترتیبی که موساد غافلگیر شد در 7 اکتبر به وسیله حماس، ایرانیان غافلگیر شده در این قسمت. در اینجا یک چیزی هست، یعنی گزارش آمد از میرویس افغان نوشته که جلسه سری 3 روزه داشت تی تی پی، رهبران تی تی پی. در اون جلسه فیصله شده نسبت به پاکستان برنامه های بسیار مخرب و خطرناک تصویب شده علیه حکومت پاکستان. این امروزی خبر آمده، یعنی ای تو فکر نمیشه که در این قضیه ایران ای فقط از کانال آیسای باید آمده باشه این مسائل، فقط پختگی آیسای از دهی عملیات ما میبینیم و ای تایی که مثلا از آمده باشه از آذربایجان یا از افغانستان و یک شکل، یعنی اینجا پای آیسای اگر خب اینا سرحدات هم بند کردن، هنوز به طور رسمی کسی را متهم هم نکردن، یعنی فکر میشه که در پس از این آیسای، چرا آیسای کاملا از نظر امنیتی دم در گلویش رسیده ضرباتی که میخوره؟ خب امکان داره. وقتی که در اول برنامه وقتی که ما صحبت کردیم ما گفتیم که دیگه امکانات بسیار زیاد است و حتی میتونه که پاکستان هم باشه. وقتی همون قسمی که ما گفتم در سال 2023 پاکستان بیخی در خون غرق بود از بس که عملیات ها اینجا انجام شد از گروه مختلف از جمله تی تی پی و تحریک جهاد پاکستان و دیگه نیروهای بلوچی.
پاکستان بخی از نگاه امنیتی در برباد شده بود تقریبا. حالا خب امکان داره که عملات پاکستان هم کرده باشه، بخاطر پاکستان قدرت داره، قدرت نیابتی داره، قدرت پاکستان بسیار آشکار است، خاصتا به مردم افغانستان که ما از اونجا هستیم خبر داریم پاکستان چه نوع قدرت نیابتی داره. از اون خاطر امکان داره که پاکستان کار کرده باشه. خب بقدر ضربات خود بالاخره یک ضربه نام زدن به ایرانی ها که مسج بدن. و وقتی که امروز انوارالحق کاکر وقتی که تسلیت هم میداد، مقامات پاکستانی و هم تسلیت دادن هم محکوم کردن و گفتن که چیز تروریسم، بازم اشاره کردن گفتن درد مشترک ماست. عین چیزی را گفتم که سابق در زاهدان فکر میکنم مملکت شد چند تا از پلیس ها را کشتن جیش العدل، امو زمان هم عین چیز گفتن، گفتن والا تروریسم که درد مشترک ماست، ایران و پاکستان یعنی درد مشترک ماست. امکان داره که آیسا کار کرده باشه، بخاطر که ایران در کلایسا هم در جنگ به حساب موضع افغانستان در افغانستان همه گیر رقابت میکنه، یک فرصتی به وجود آمده که یک بحران است و میخواد هر کس از این بحران به نفع خود داینده یک چیز به دست بیاره، امتیازات به دست بیاره و تا حد امکان باید پاکستان از افغانستان بیرون بکنن، در غیر از او در آینده جنگ به طرف ایران آسیا میانه میره. از خاطر این کدام گپ پات نیست که پاکستان و امریکا و انگلیس متحد هستند و در افغانستان در مقابل روسا و چینایا و ایرانیا و هندیا موضع مشترک دارند. امکان داره پاکستان هم کار کرده باشه. و مسئله ایران فعلا بسیار مغلق است، چرا که ایران در چند جبهه در جنگ است و این جنگی که ما فرض مشال از غافلگیری صحبت کردیم، خب مسئله غافلگیری بسیار قابل بحث است، آیا غافلگیر شدن یا نشدن، بخاطر اینکه بسیار از اطلاعات وجود داره که اسرائیل اصلا غافلگیر نشد، اسرائیل اصلا این جنگ دعوت هم کرد، اونا خواستن که جنگ به وجود بیاد، بخاطر که اگر اینا این جنگ از طریق نظامی اگر حماس آل از بین نبرن و حماس اجازه بدن که همین رقم باقی بمانه، اینا هم هر سالا قدرتمند تر شده میره و تهدیدشون داینده بیشتر شده میره. اینا به این جنگ نیاز داشتن به خاطر که اینا در جنگ‌های نیابتی در خاور میانه شکست خورده بودن، از چهار طرف محاصره شده بودن. اسرائیل فقط نیاز داشت که جنگ برا پرته تا که آمریکا رو پاشه در جنگ بکشه، که آمریکایی رو کمک کنه که حداقل از این تهدیدات حماس و حزب الله به تا یک دوره اینا بتونن از اون بد شون، یعنی نجات بیافتن. اما گپ به جای کشید که اینا با بنبست خوردن، با بنبست خوردن اسرائیل با شکست مواجه شد. حال اسرائیل رو اگرای میپاله که جنگ با دیگه طرف ها گسترش بده تا کمی حمایت امریکا برقرار باشه و هیچ نوع مذاکره یعنی یا توافقات بین ایران و امریکا صورت نگیره. یعنی میتونیم می تو حدس بزنیم که ایران هم با این حمله یک نیاز داشت به می شکل یک حمله تا که جمع جور بکنه خدا یک اتحاد ملی ایرانی ها رو در داخل و خارج شکل بده و یک خیز بعدی رو برداره، بنان ای به ای تهاجم یا به ای انفجار بزرگ ضرورت داشت. یعنی قبل از او، یعنی بدون از او نمیتونست کاری که میخواست انجام بده. خب بدون از او وقت کاری که اینا انجام میدن فقط در جوامع ایرانی، ایرانی که زده جمهوری اسلامی هستن در خارج و داخل، یک امر اسلامی یا به حساب دولت جمهوری اسلامی گفته و گفته که همین اسلام که اینا پیش گرفتن، یک جنگ اسلامی است که ایران خود در بلا داده به خاطر عربا. خب در بین نشنالیست های ایرانی در همین جنگ ایران در خاور میانه یک جنگ اسلامی است، نه یک جنگ استراتژیک ملی. ایران وقتی که یک حمله رقمی در مقابل صورت میگیره که 100 نفرش کشته میشه 200 نفر زخمی میشه، این یک جنبه نشنالیستی هم میده که نال خب نه تنها جنبه اسلامی داره، بلکه این خب مسئله استراتژیک یعنی منافع ملی هم است، امنیت ملی هم است، تمامیت ارضی ما هست. وقتی که اینه تو گپا رو دولت میخواه بالا بکنه، باز هم جوامع ایرانی که با وجود که برخلاف همی حکومت اسلامی ایران هستن، جمهوری اسلامی ایران هستن، تا یک اندازه یک کم تو حمایت پیدا میشه که بگن که زود دست به کار شون، نگذارن که عملیات صورت بگیره، که بخاطر که همین ناسیونالیست ها ایران با وجودی که اسلامگرا هم هستن و کسایی که اسلامگرا هم نیستن، در یک چیز موافقت دارن که به حساب ناسیونالیسم همین کشورشان، منفعت ملیشان، منفعت تاریخیشان برشان بسیار اهمیت داره. این یک چیز مشابه بین ناسیونال اسلامگرا و غیر اسلامگرا هست. این حمله باعث میشه که نه تنها می جنگ ایرانه که فعلا در خاورمیانه روان است، از جنبه اسلامی و ضد غربیش گرفته یک جنبه ناسیونالیستی هم میده که یک جنگ یک چیز است ملی است بین ایران و غرب. این تا یک مزیدهایی هم داره یه عملات. بسیار خوب نورزان صاحب، اگر فرض کنیم که انکشافات وضع طوری باشه که همی حادثه رفاقت بین ایران و طالبان را خراب بکنن، یعنی چیزای پیش بیا که ی رد پای طالبا را اینجا پیدا بکنن یا به شکل پای طالبا کشانده شود، در او صورت چی حادثه میتونه در سرحدات
و در برخورد ایران نسبت به طالبان دیده شود؟ خب ایران در مقابل تغییر صورتی که موضوع ثابت میشه، ایران در مقابل طالبان گزینه‌های متعدد داره. یعنی رمای فشار زیاد از پیش ایران موجود است که طالبان را میتونه زیر فشار قرار بده. یکی از گزینه‌های نمیست که در فعلا ایرانیا به تعامل ناخواسته با طالبان پیش میرن و طالبان ایران به عنوان یک هرم بهره‌جویی و استفاده به عنوان یک برد در میدان سیاست مطرح میکنند. همونطور که دیدگاه ایرانیا با روسا مشترک میشه، از روسا با ایرانیا همین محور یا متفقین آسیایی بیشتر یک تعامل مشترک بر اساس برداشت مشترک خودشان مطالبه تعامل میکنند. یک موضوع. موضوع دیگه ای است که ایران میتونه از نیروهای ضد طالبان استفاده بکنه. یعنی حداقل اگر یک حمایت مستشاریان بین اینا مساعد بشه و توافق منطقه به وجود میاد، طالبان کماکان در مزیقی امنیتی قرار میگیره. موضوع سومش است که از لحاظ اقتصادی یک مقدار زیادی نمیال هم افغانستان متکی به اقلام و موادی است که از ایران وارد میشه. یعنی فکر کنید که با وضعیت آشفته پاکستان که دیگر نمیتونه بازار یک میدان تولیدی خوبه برای بازار افغانستان باشه، اگر ایران هم وضعیت پر میشه در شرایطی که آسیای مرکزی هم چندان دیدگاه مثبت نسبت به طالبان وجود نداره، طالبان بیشتر میتونن یک مضیقه درونی قرار بگیرن و این میتونه از لحاظ روانی طالبان رو تحت فشار قرار بده. این گزینه‌های محتمل است که ایرانی‌ها میتونن در برابر طالبان استفاده بکنن. منتها من فکر میکنم سازماندهی عملیات به این اندازه ساده نبوده باشه که بتونن یک عامل تک فردی مثل طالبه که نه مشروعیت داخلی داره نه بین المللی داره نه به عنوان یک نظام قبول شده فعلا و کل دنیا من انگشت انتقاد سر زی بلند کرده، اینا رو بتونن به عنوان عامل مطرح کنن و یکقدر زود باز طالب از چهار طرف زیر فشار قرار بگیره. من فکر میکنم یک نتیجه بود، قبلا گفتم نتیجه یک بازی بسیار بزرگی است در مقیاس جهانی که خب در مناطق مختلف پیش برده میشه. خب احتمال از این وجود داره که نیروهایی که در افغانستان هستند یا تحت حمایت طالبان هستن یا ایست که از طرف طالبان برشان تضمین های داده شده که اونجا بتونن پناهگاه داشته باشن با آرامش خاطر به تر آجنده های امنیتی و تروریستی خود بپردازن، این رو میتونه پایشان به این معامله کشانده شوه. یعنی یک عامل مجهول یا میخوان در قضیه داخل بسازن که رد پایش آسان گرفته نشه و هم قضیه به صورت مجهولش ادامه داشته باشه. این گزینه بیشتر محتمل است. بسیار خوب. در بینمان سوال آخر پامیر، یعنی در ادامه وضعیت ایتو فکر میشه که ایران با طالبان به جنگ بیاندازن؟ جنگ ایران با طالبان بسیار مغلق است. یکی طالبان از دارون یک نیروی سه پارچه و چهار پارچه و پنج پارچه است و یک ایران اگر که طالبان میخواین به جنگ پرتن، خب چی نوی یک جنگی میتونه باشه؟ خب یک جنگ مستقیم بوده نمیتونه، بخاطر قابلیت های نظامی ایران به مراتب از طالبان که بلندتر است و اونا هر نوع نیروی هوایی و زمینی و تکنولوژی های نظامی از خود دارن که طالب از خود نداره. طالب البته خب طالب هم میتونن باعث یک نیروی نیابتی شبیه حزب الله یا حماس امریکا هم طراحی بکنه که راکت پرانی بکنه به طرف ایالت های شرقی ایران، اما باز طالب آسیب پذیری های خود در حوزه افغانستان داره. یکی از درون چند پارچه از دیگه نیروهای مقاومتی در اوج وجود داره که سر از اونها سرمایه گذاری های گسترده صورت بگیره و سمسه ای سرشان کار شد و مدیریت خوب تر شد، اونا میتونن طالب در قدر مصروف نگاه بکنن که اینا وقت پیدا نکنن که برن با ایران به جنگن. طالب جنگش با ایران هیچ نتیجه نمیده، او رقمی که اگر ما بگوییم که نتیجه بده او رقمی که حزب الله در مقابل اسرائیل میده، بخاطر که او رقم یک بنیاد نداره فعلا. طالب بنیادش متفاوتر از حزب الله است. این امکان وجود داره که طالب که در مقابل از ایای چی بکنن، اما فایده نداره. در مقابل ایران نیروهایی که زاد کار آمده است در طول تاریخ از طالب کرده، خب بلوچا بوده، سونی های درون بوده و دیگه خود مجاهدین خلق و اینا را که میگن، این تو نیروها وجود داره. در جنگ مستقیم ایران تک نیروی در چهار طرفش وجود نداره که با ایران جنگ مستقیم بکنه به شمول طالبان. چرا؟ به خاطر که به خاطر از یک نیروی نیابتی ضرورت است که باشه. در عراق، سوریه و لبنان اینا فرض مثال نیروی نیابتی زاد است. کتایب حزب الله و هشت شبی و گروه های متفاوت در عراق است. در سوریه هم است. در خود لبنان و حوثی ها و اینا خود یمن اینا هستن. اینا تو نیروهای ایران در دست داره در خاور میانه که از طرف ایران و منافع ایران می جنگن در مقابل امریکایی و متحدینش. در برابر ایران چون این نیروهای نیابتی وجود نداره، یک نیروی نیابتی در داعش اینا ایجاد کردن که سوریه و عراق گرفت،
اورخ با سردار سلیمانی بالاخره برنامه ریزی که سپاه پاسداران امرای اف اس بی روسیه کردن، داعش در خاور میانه از شکست دادن و از فروپاشی دولت اسد هم جلوگیری کردن که امروز همی بنبست همو شکست باعث شده که امروز جنگ به دروازه های اسرائیل برام رفته و پایگاه امریکا به زیر ضربه آمده. این هم نتیجه همو اگر شکست. قضیه را از زاویه دیگه ببینیم که آیا این حادثه روابط بین ایران و طالبان را تحکیم نخواهد کرد، با توجه به اینکه پای داعش در میان است و انکشافات طوری باشد که واقعا عوامل داعش در این مسئله دخیل باشند و طالب هم ظاهرا ضد داعش است و ایران هم، یعنی باعث اتحاد محکمتر اینا نخواهد شد؟ خب داعش یک نیروی است که در افغانستان تحت حفاظت بخشی از طالبان است، از جمله حقانی ها. خب طالبان هایی است که وابسته به ایران هستند، از جمله درانی ها و هلمندی ها و دیگه و دیگه، که می توانند از اون استفاده بکنند، از نفوذ از و بدون از اون می توانند که از نیروهای دیگه در افغانستان که فعلا فقط در جنگ های گوریلایی فعال هستند استفاده بکنند. در افغانستان اینا بسیار داعش میگن، در افغانستان چیزی به نام داعش وجود نداره از نظر من. حملاتی که صورت میگیره فقط حملات درونی خود طالبان است، چیزی که اینا داعش میگن، داعشی که ما در خاور میانه دیدیم، چیزی رقمی در افغانستان وجود نداره. بوده بوده جای هم گرفته نمیتونه، دیگانه جایی که میتونه جای بگیره حوزه بدخشان است. اون وقتی است که فسیحالدین بیرق طالب پایان کنه، بیرق داعش اعلان بکنه و خود امیر اعلان بکنه، اونو امکان داره. وقتی کدام قدرتش در بدخشان بسیار ثابت است، از خاطر که حمایت بیساله داره از طرف ام آی 6 و امریکا، و در اون نقاط امکان داره. اما در دراز مدت تحکیم روابط بین طالبا و ایران در کل ناممکن است، به خاطر که طالب یک نیروی است که به هدف بی‌ثبات کردن آسیای میانه و ایران آورده شده، و به خاطر از اینکه طالب به این هدف نرسن خانه میبینن که در پاکستان جنگ است و خود طالبا هم در افغانستان تحت یک تا یک حدی در کنترل هستن، چه از درون چه از نیروهایی که در مقابلشان در شمال می جنگن. از خود در مقابل طالبا نیرو زیاد است، فقط در حوزه افغانستان فعلا زیاد مدیریت صورت نگرفته از قدیم 20 سال آخر، و همین دلیل است که حوزه شمال کماکان به دست طالبا و نیروهای دیگه کسا افتاد، و فقط همین حوزه اندراب پنجشیر است که با وجودی که در او منطقه مناطق سقوط کرده، اما قلاف هنوز هم به دست کسی نیست که بگیم ثابت باشه به دست طالبا باشه یا دیگه کسا. بسیار خوب. در افغانستان یک بنبست است، و بنبست است به دلیل از اینکه هم خود طالبا پیشروی نمیتونن به خاطر تهدیدهایی که وجود داره، و همچنان به خاطر از اینکه پاکستان عقبه شان در بحران است، و همچنان به این خاطر که همین بحران است که در پاکستان به وجود آمده، طالبا رو به دیگه طرف سوق دادن میره. اما در آینده بتو بگیم که بزد داعش بس طالب استفاده بکنه امکان داره، اما داعش در افغانستان از نظر موجود نداره در شکلی که تهدیدآمیز باشه به ایران. بسیار خوب، تشکر از شما نورزاد صاحب. نگاه شما هم مشابه به نگاه پامیر است، یا که شما فکر میکنین که داعش یک واقعیت است در افغانستان، یا میخواین از او یک واقعیت بسازن؟ تا هرچی میزنن واقعیت نمیشه. خب ما موافق هستم با جای پامیر جان که مثل که تو قبل هم گفتیم داعش در افغانستان وجود نداره. یک دسته ای از شبکه یقانی است که داعش را ساخته، عملات های انجام میتن و بنامز اونا ختم میکنن. نال اگر ثابت شود که واقعا داعش در کار بوده استفاده کرده، داعش از کدام مسیر داخل ایران شده، اگر انگشت انتقاد بری باشه که داعش از افغانستان داخل شده، این میتونه یک مقدار وضعیت تغییر بده. چرا که خب ما به عنوان انسان عادی که اطلاعات ممکن بسیار سطحی از موضوع داشته باشیم، به این اتفاق نظر داریم که داعش وجود نداره، ولی ایرانی ها خب تمام قضایا را میفهمند. یکی از لحاظ اطلاعاتی تحلیل شده که نیرو از کدام تاریخ، کدام تاریخ چطور آمدن، از کدام مسیر داخل شدن. اگر مسئله ثابت شود که داعش از افغانستان، امین نیرو به نام داعش از افغانستان داخل ایران شدن و چنین عملات را سازماندهی میکنن، این در واقع همو نقطه عطفی است در روابط میان ایرانی ها و طالب ها از یک طرف، و یک متوجه باشیم که نمی پروژه نامتازی منطقه به واسطه طالب ها یک مقدار من فکر میکنم نتیجه میده. بخاطر شما وضعیت پاکستان ببینین، وضعیت ایران رو ببینین، حمله که بپیشی نبوده و هیچ تضمین وجود ندارد که ممکن آسیای مرکزی هم در گام بعدی مورد نظر باشه. به این اتفاق نظر داریم که چیزی که فعلا جریان داره نتیجه یک رقابت بین المللی است به واسطه سازمان های استخباراتی. سازمان های استخباراتی در سه حالت میتونن تعامل داشته باشن. یکی در حالت
امتیازگیری است که پای رقابت پیش میکشه. ایالت میتونه در قضیه حمله اینمی گروه به نام داعش در کرمان مطرح شود. موضوع دیگه موضوع منافع مشترک است، کجا با تشکیک اطلاعات به وجود میاره. این کمتر حال در منطقه به اساس وضعیت منطقه قابل مشاهده است، چرا عوامل منطقه و فرا منطقه در تعاملات امنیتی شامل هستند. و یکی دیگه هم مجبوریت هاست که در چنین حالت ها باز سازمان های استخباراتی از ترفند ها استفاده میکنه. ما عامل اول امتیازگیری و مجبوریت ها را میتونیم به این شامل بسازیم، ایست که پشت پرده اینمی عملیات مشخص شود که گروه کدام گروه با واسطه کی و با برنمایی و با هدایت و فراماوری کمک توسط کی تانست اینمی عمله را انجام بده. بسیار با تشکر از شما ناصر نورزاد، پژوهشگر مسائل سیاسی و مطالعات ژئوپلیتیک، و پامیر مامون از بخش ارزیابی و تحلیل شبکه جمهوری پنجم. تا مباحث آینده، بیننده های عزیز، شما را هم به خداوند می‌سپارم.